اینجا چه خبره؟ چقدر شلوغ پلوغه. اگه رئیس برگرده که تیکه بزرگم گوشمه. خب جای این که اینجاست. خیلی خب، این چرا اینطوری شده؟ خب با اجازه اینم از این. چرا سرتون رو خم کردین قربان؟ اینم از این. چرا اینطوری شد؟ وایسا ببینم. صاف وایسا دیگه تکون نخور. ای بابا این چرا وارف یه هو؟ دیگه تکون نخور خواهشان. جلال خالق این دیگه چیه؟ کمک نوکرتم با کله ما چیکار داری بابا؟ خر حرف زد بابا. اولندش خر نو خرمن، دومندش خب تو هم حرف بزنی. آخه نوکرتم این که تعجب نره داشم. ولی تو خری. ای بابا اومدی و نساز یا نوکرتم. گفتم که اسم ما خرمنه. خب شما کی باشی؟ من بهادرم، نگهبان موزه. آقا را چطوری حرف میزنی؟ موزه نیر. خوشبختم سوم بده داشتم سوم. این دیگه کیه؟ ای بابا ده همین الان به هم معرفی شدی مرد حسابه. نه تو رو نمیگم که اون یکیو میگم. اینم مدرکش، بالاخره یه بهانه گیر آوردم طاهر خان. چی کار داری میکنی آقا؟ دست نزن، این مال موزه است. شناسایی شدم. کجا رفت؟ وای بدبخت شدم، سکه طاهر رو برد. حالا چی کار کنم؟ جواب رئیس رو چی بدم؟ دل ناگرون نباش رفیق من، تو من هستم. خب غمت نباشه داشم. چی؟ تو؟ ببینم منو دست انداختی؟ مثلا چی کار میتونی بکنی؟ حالا مونده تا ما رو بشناسی. مگه سکه رو نمیخوای ناکرتم؟ پا بپر بالا تا نشونت بدم دیگه. یعنی سوار شد؟ نه پیاده شد. باباش ده بچم سوار شدی که الان نمیخوریم به ترافیک. بفرمایید رسیدیم داشم. گفتی رسیدیم کجا؟ نمیدونم همچین گازشو گرفته بودم که فکر کنم یه هزار سالی اومدیم عقب. آقای خر، یعنی ببخشید خرمن، اونجا رو نگاه کنیم. آقای نشونت میدم، مگه دستم به درسه امین؟ منو از ولی عهدی از میکنی؟ آره آهای مفخر. من مفتخر هستم قربان جان. جناب مأمون به سلامت باشن، بسپارینش به خودم. قربان جان من یک ارتشی براتون درست میکنم که حالشو ببرین. قربان ببینین چه سربازایی داریم ما. مال تو شکر. مال تو هم الان میسکنه. بس بیا به هم بخندی. باشه. ای بابا اینا که از دشمن فرضی هم شکست میخورن. مفت خواه مالیم کردی قربان جانی. اوه چرا اینقدر عصبانی این یارو؟ من چه میدونم داشتم، همه کارا رو که ما نباس بکنیم که رفیق جان. ما فقط شما رو آوردیم وسط تاریخ، بقیهش دیگه با خودتون و جناب آق تومار. تومار؟ تومار دیگه کیه؟ ای بابا بی زحمت دستگاه تو خارجین خودت پیداش میکنی داشتم. اینه؟ یکی اون که زپاسم آی کیو بذارش سر جاش. درست بگرد مرد اصحابه. اینه؟ آفرین خود خوشه، بازش کن. بازش کنم؟ آره دیگه. با سلام. این دیگه
دیگه چیه؟ اینم داره حرف میزنه که یاره که حرف میزنه، جونم حرف میزنه، اونم چه حرف زدنی، حالا واسه تو جونش گرم بشه. عرض سلام مجدد و پوزش، بعدن حساب تو میرسم خرمن مرم تومار هستم، توجه شما رو به عم احمار جلب میکنم. سالها قبل یعنی وقتی هارون و رشید داشت میمرد، دو پسر به نام امین و مأمون داشت. مردم یعنی دارم میمرگیم. آخ هی امین اینجا رو نگاه کن. آی نومد بچه تازه فهمیدی بگی. آی خودم بگی. آی 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 ای بابا یه دقیقه بتمرگی لامصبا. بذارین اول من بمرگیم بعدم بجونه هم دیگه بیفتی. دیگه الان وقتشه که ولی عهدی رو مشخص کنم. چی؟ ولی عهد؟ خب بذاری بدونم این که توپله، اینم بدقیافه، این که خال داره، این یکی هم که دماغ، این که پسرمه، اون یکی هم که پسرمه. اصلا فلش کن بابا. همین تو که بزرگتری بشو جانشین ما مران، تو هم که کوچکتری بشو جانشینی گنده بحق. خب دیگه کار من تموم شد، من میمرگیم. من مرگیدم. مرد؟ بابا مرگیدی؟ خب حالا وقتیشی که به وصیت بابا جونم عمل بکنم. بگیر که اومد. نامد نشونت میدم امین. و اینک ادامه اخبار. بعد از شود شدن مأمون به خراسان، امین که با داشش مأمون کلن میزون نبود، اونو از جانشینی خل و پسر خودشو گذاشت جاش. عجب، پس واسه همینه که انقدر قاطیه. خرمن این تومار چقدر باحاله. دخو آره دیگه ما اینیم، البته خودم یاد گرفتم. های مفخور میگم این دیگه کیه ها. چقدر خوب داره شمشیر میزنه. قربان جان افتخار دارم خدمتون بگم که ایشون اسمشون طاهره، یکی از سربازای ایرانی تونم هست. نگاش کنین چون دو دستی شمشیر میزنه بهش میگن طاهر ذوالیمینه. قربانت گردیم. چقدر قویه. بله قربان جان، به جان خودم نباشه به جان شما این یارو جون میده واسه فرماندهی. چی داری بگی مفخور؟ این طرف خیلی خفنه، اگه فرماندش کنیم که فردا جای خود منو میگیره. که قربان این چیزا که نگرانی نداره، قربانت گردم. خودتون خوب میدونین اگه یه وقت زبونم لال دست از پا خطا کرد، خب ما باهاش چی کار میکنیم؟ پخ پخ. خب باشه، ولی ریکسش زیاده با. قربان ببخشید ولی این ریکس یعنی چی؟ چه میدونم بابا، ولم کن، ولی فکر میکنم که چیز خوبی باشه. قربان امین برادرتون لشکر فرستاد، تمام قلعه سنگر گرفتن، میخواد شما رو به زورور بغداد. اکه این امین دیگه شورشو در آورده. آی مفخار بود بای سپاه و آباده کار. ای باید قربان جان، عرض کردم خدمتون انگار یادتون رفته سپاه ما که هنوز فرمانده نداره. که چی فرمانده؟ الان درستش میکنم. فرمانده از کجا بیارم؟ آها فهمیدم. آهای سرباز زود بیا اینجا ببینم. آهای طاهر با تو هم، زود بیا اینجا دیگه. بله قربان، با من کاری داشتین؟ تو افتخار داری از این به بعد فرمانده سپاه ما باشی، فهمیدی؟ قربان من؟ پس نه عمم، میگم فرماندهی بابا جان. حالا یالا زود برو با سپاه امین داداش من به جنگ، بودو ببینم. چشم قربان، های سربازا آماده بشین. Oh, 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 oh
یعنی این همون طاهره؟ ای بابا مثلا که نگرفتی آقا دور داشت من حالا چه وقت این حرفاست؟ جنگه بزن دریم تا دیر نشده های سرباز چرا بیکار باستادی؟ گفتم بجام سرباز من منو میگی؟ ای وای گیر افتادیم جونت داداش بشمسته بجام ببین ما خور ما این ویکسو کردی ولی یه نفر باید حتما مثل سایه قربان تو ها کجا پیدا شد اصلا ولش کن حواستو خوب جمع کن دلم میخواد مثل سایه به چسبی به طاهر آب خورد به من خبر میدی بگی ببینم چشم قربان خیالتون راحت باشه این هون رادار ردیابیش میکنم رادار تو میدونی رادار چیه باب خور مفتخر هستم خدمتون عرض کنم که به چیز برادار نبینه یه وسیلهیه که باهاش یه کارایی میکنه هایی میگم پشت این سومم رو داغ کنم که دیگه کسی رو نیارم تو تاریخ هایی نمیشه فرمان خان مثل اینکه من باید شاکی باشم نه شما مثلا قرار بود ما رو ببری سکه رو پیدا کنی یکی بار داداش دلت خوشه ما داریم خرمالی میکنیم یا شما دیگه کارتون تمومه فایر سربازان فرمان من همه اینجا چه خبره؟ آهای سرباز زود برو به امین بگو طاهر یه فرصت بهت میده تا تسلیم بشی وگرنه هر چی دیدی از شش خودت دیدی برو 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 اینجا چه خبره چرا اینجوریه بذار از تومار بپرسم میبینم که راه افتادی آقا بهادر جان چقدر لذیذه با سلام مجدد به آقا بهادر توجه شما رو به اخبار سیاسی این ساعت جلب میکنم طاهر که به دستور مأمون به جنگ امین رفته بود امین رو تا بغداد عقب روند و حالا بغداد در محاصره طاهره اما یه عده به اسم قوقایان تو بغداد حسابی قوقا به پا کردن شهر رو به هم ریختن از اون برم بزرگای شهر به طاهر پیوستن اما امین که دیگه حسابی گرخیده بود رفت تو قصر مامانش اینا پناهنده شد آخه جیگرم حال من جون شما ای بابا خرمن تو هم این وسط هندونه خوردنت گرفته بسن بریم به کارمون برسیم مرد حسابی ای بابا باشه محکم بشین که رفتیم ای ار رسیدیم هم انجاز بفرما خب پسا ببینم برکنم کسی خوننی آق بادر درشون خرابه باز زنگ بزنه شخص مورد نظر در دسترس نیست لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بذارید بوق آهای چرا بوق میزنی میدونم اون چی ای مردی بیدم در بوق بزن گفتم که خونه نیستم طاهر گفته زود خودتو تسلیم کن ای وای طاهر اومد دیگه هیچ امیدی برام نیست حالا چی کار بکنم وای آها فهمیدم باید درم باید برم اون وره خرمن در رفت بودو بریم خبر بدیم آره ترسو زیرا بیرفت اکه هی ولی قمت نباشه میگیرمش آق بهادر سوار شو نمیدارم دستت به هم برسه طاهر این چی بود دیگه دستا بالا سرت زنین هرچی داری بریز پایین وای بلاخره من رو گرفت بدبخت شدم خودشه خود طاهره آی پسر با شماره سه دستگیرش کن چشم بابن من یادم
نبا که شینا بلد نیستم. کمک پیروز شدیم، حالا دیگه با شماره 3 بغداد مال ماست. وای دارم هرس میخورم، بخورم 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 بخورم. ای بابا پس این سایه کجاست؟ چرا نمیاد بگه چه خبره آخه؟ قربان قربان قربان، پیروز شدیم پیروز شدیم، بغداد رو گرفتی. آخ جود آخ جود، بالاخره خلیفه شدم. بیا اینم حق و سایه بگیر و برو. بدرود قربان هیدری دید. آخ حبیبی قربان 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 قربان، جاهر داره تو بغداد آبادانی میکنه. آخه با اجازه کی؟ مفخار هیداد بیداد هوا پسه، باید برم. راستی قربان، مردم توهه رو خیلی دوست دارم. خیلی با اجازه خدافز. یعنی از من بیشتر دوست دارد؟ وای کجایی مفخار؟ آخه چشمام باز شده. ببخشید قربان جان، گلاب بروتون دست به آب بودن. بفرمایین چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ این طاهر حسابی تو بغداد محبوب شده. جدی جدی داره جای منو میگیره. نکن بابا حالمو به هم زدی. ای بابا قربان جان، این که نگرانی نداره که. شما طاهر رو بیارین خراسان، خودتونم تشریفتون رو ببرین بغداد. آها آره، عجب فکری کردم. پس پیش به سوی بغداد. ولی این که فکر من بود. بابا یکی یکی حرف بزنید ببینم چه میگی. قربان ما اینجا آب بره زراعت نداریم. های پسر یاد داشت کن اینجا یه قنات بسازیم. چشم قربان. خدا عمرت داده تار، کجا بودی نبودی؟ ها چی؟ اینجا محبوبیت کسب میکنه واسه خدا داره. خیلی خوب رو بودم. مادر جون، آخه من با این سن و سال چطوری مالیات بدم؟ قربونت برم. پسر یادداش کن، کسایی که پول ندارن لازم نیست مالیات بدن. چشم. کسایی که پول ندارن لازم نیست مالیات بدن. خدا عوضیت بده تاهی. چی؟ مالیات نده؟ ای ناغولا. قربان من با این حالم نمیتونم کار بکنم، چی کار باید بکنم؟ به نمی زورایی که نمیتونن کار کنن از دولت مستمری بگیرن. چشم قربان، اونایی که نمیتونن کار کنن از دولت چی؟ از کیسه خلیفه میبخشی؟ آره حسابتو میرسه. نگاه کن گیوه ما سلاخه، زن ما پا به ماه چارقلون داره، قلنزی من شیشسته. پسر همین دارو زود بنویس، بعدش مردمو جمع کن توی میدون شهر، کار مهمی باشون دارم. طبق دستور مردم رو جمع کردم، آمادن حرفاتونو بشنوم. همه گوش کنید، از امروز ما با ضرب این سکه اعلام استقلال میکنیم. خرمن خرمن سکه. آره خود سکه، تو حرفاش هیچ اسمی هم از خلیفه نبود. وای به حال ما که فکر میکنم که یک اتفاق ناجوری بیفته. نه یره، ایا همش خرافاته. آفرین طاهر، آفرین طاهر، آفرین به شجاعته. دیگه کار تمام طاهر، سکه اونم بدون اسم خلیفه. حالا مدرک لازم دارم. آره خودشه. خرمن سکه، من مدت میگیرمش. آقا بهادر قصه نخور. آفرین خرمن، ایر پیاده شم. تو چطوری اومدی موزه؟ خرمن تو دست کم گرفتی یا رفیق؟ خیلی خوب، اینم از اینجا. راستی نفهمیدیم آخرش چی شد. ببینم تومار اینجا هم کار میکنه. یکی پا کجا شدیده؟ این آق تومار ما همه فن حرفه. به خبری که خیلی وقت پیش به دستم رسید توجه کنید.
با اعلام استقلال طاهر در خراسان، اولین حکومت ایرانی بعد از اسلام به اسم طاهریان شکل گرفت. اما متاسفانه طاهر درست بعد از سخنرانیش به طرز مرموزی از دنیا رفت. اچه شنیدی خرمه؟ آخ آی آخ اروی کجا داری میدی خرمه؟ من نمیبینی باکم خالی شده، میرم پارک بغل موزه یخت چمن بزنم تو رگ، بلکه حالم جا بیاد آخه. یه وقت نری اونجا، مگه نمیدونی ورود حیوانات خانگی به پارک ممنوعه؟ خیال بابا شهرداری میگیرتتا. یه ناگه